سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارهمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایی یک که شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب دوشنبه هشتم امرداد ایرانی برابر با 29 ژوئیه 2024 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با نگاهی بر تازه‌های از ایران منطقه و جهان نگفتم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران چرا که اشاره خواهم کرد خب تمامی اول اینکه اشاره کنم شنبه و یک شنبه رو به نحوی از آنها ایران به خاطر گرمای سنگین عملا تعطیل بود یعنی مطبوعات چاپ تهران چو جز تعداد معدودی از روزنامه ها انتشار نیافته بودن و عملا کشور تو تعطیلی گرما زدگی بوده این یک نکته خب یک رویداد بسیار مهم انتخاباتی در واقع پسا انتخابات صورت گرفته روزنامه های امروز دوشنبه همه حول اون موضوع سفارایی شده بودند و من خب دیگه نمیتونم در برنامه امشب و نمیخوام به روزنامه به روزنامه بپردازم چرا که یک تحلیل وسیعی دارم روی خود مراحل تنفیز حکم ریاست جمهوری آقای پزشکیان توسط رهبری جمهوری اسلامی هواشی زیادی داشته به لحاظ فرم به لحاظ نشان شناسی ادبیات استفاده شده واکنش آقای پزشکیان مهمانهای دعوت شده انتصاب معاون اول خلاصه اینکه یک جهان مطلب دارم و بایستی طی 23 و نیم تا 24 دقیقه من در برنامه امشب به تعبیری این رو محضر شما ارائه کنم خب بیمیل نیستم اول اصلا به اون هواشی به فرم یک نگاهی داشته باشیم مثل همه نشست های حکومتی جمهوری اسلامی که اساسا چه در سطوع دیپلوماسیشون چه در سطوع جهانیشون محفلیه شما الان من دارم نشون میدم سحنه رو میبینید که شخصیت ها یکی یک دارن بالا میان به وارد جایگاه میخوان بشن آقای مثلا سردار باغری رو میبینم بعدها قالیباف رو میبینیم آقای اجرعی رو میبینیم هر کدامشون در گوشه از این حیات دارن پرسه میزنند و مثل محفل نشینان و به تعبیری دخمداران عهد قجر یکی یک دارن بالا میان این از این بوده قضیه هستش نکته دومی که خود آقای پزشکیان خب برای نخستین بار بود که بعد از انتقادهای زیادی که به ایشون شده خب یک کتی پوشید به هر روی یک ذره اون شعونات رسمی جلسه رو هم ملاحظه کرد مهمانان خارجی بودن شما نگاه میکنید که با در واقع کابشن احمدی نژادی یا کاپشنی رو که به مصابی یک ارزش در بین مردان جمهوری اسلامی مطرح شده بوده چرا اینا که معتقدن که هر چه ساده زیست تر باشن مثلا به مردم و به فقرا نزدیکترن و در مسیر حکومت امام اول شیعیان یا علی هستند ته تفکرشون اینه اینا مثلا رو زمین نشستن رو مبلمان استفاده نکردن اما پنهان به قول آقای تبری که یکی از محکومان حوزه قضایی که میگفت اصلا رفیق دارم که لواسان رو به نام من میکنه تو محفلشون اینا رو هم دارن لواسان و یک شهر رو به نامشون میذارن اما موقع غذا خوردن میان پایین میشینن که بگن ملت ما با شما ایم یعنی مصداق سیاست امرواسی و ای که اینها به اونها انتقاد دارم خود اینها هستن البته حالا این بحث اصلی من نیستش خلاص از کاپشن پوشی به کت پوشی ما میبینیم که ایشون تغییر مسیر داده و بالاخره همون گونه که شما در تصاویر میبینید شخصیت های اصلی جمهوری اسلامی همه حضور دارن من دیدم آقای روحانی بود آقای زاکانی شهردار تهران در کنار آقای سید حسن خمینی تو ردیف اول نشسته بود آقای ناطق نوری با حسن روحانی کنار هم نشسته بودند این چینش این نشستن حالا تا اطلاع سانوی هنوز محمد خاتمی رو من ندیدم چرا که من مطالعه شدم که محمد خاتمی قبل از اینکه حکم آقای دکتر عارف به عنوان معاون اولی ارائه بشه مثلا یک دیداری داشت یا با آقای پزشکیان در پاستور یک چون جایی البته من اطمینان تام ندارم به این مطلب چه بسا چون این چیزی بوده باشه علا ایو حالا در این هنوز یخه کینه خامنه ای به خاتمی آبم آب نشد محمود احمدی نژاد رو هم نمیدیدم من حالا بایستی تو بخش ادیت تصاویر رو بیشتر دقت کنم شاید از چشم من جا افتاده باشه و, و اما حسن روحانی رو دیده بودم رو از آقای در واقع رؤسای سه قوه که اساسا بالانشین بودن آقای مخبر به با عنوان سرپرست ریاست جمهوری یک لحظه ایشون اساسا به تعبیری اون استوارنامه اون حکم تنفیز شرعی رو تحویل آقای پزشکیان میده و بعد به جای میرسن که آقای گلپایگانی محمدی یک متن رو میخونه و آقای خامنه ای اون دفتر تنفیز رو به ایشون تقدیم میکنه خیلی کوتاه من بخشی از مطلب آقای گلپایگانی محمدی رئیس دفتر آقای خامنه ای رو ببینیم حالا من هنوز تو بخش هاشیه مطلب زیاد دارم که باید بگم امیدوارم در میانه های برنامه اشاره کنم چرا که مطلب خیلی زیاده اون مین پوینت ها و کلام کانونی رو نمیخوام از دست بدم واقعا آقای گلپایگانی محمدی رئیس دفتر آقای خامنه ای در متنی که برای آقای پزشکیان میخوند خیلی با ادبیات حد اکثری بوده خیلی به تعبیری لطف و مرحمد ویژه در اون متن از زبان خامنه ای براش استفاده شده بود که این فرزند صادق و فرزند فاضل و شجاع و به تعبیری خیلی کم نظیر من میدیدم این مدل مواجهه بیت رهبری رو با رئیس جمهوری که به هر روی درسته که خودش مهندسی کرده بود این حرفا رئیس جمهوری که تا اطلاع سنوی سعی میکنن ایشون رو اصلاح طلب بخوانند و بنامند این گوشه رو ببینیم بعد ایده نیست زمن عرض سلام و خوش آمدگویی به مهمانان عزیز و حضار محترم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه ای حالا جالب اینجاست که هرگاه اسم آقای ای رو میارن همه سلوات میفرستن حالا مهمانان خارجی که اونجا نشستن نمیدونم چه درکی دارن که چرا اسم آقای خامنه ای میاد سلوات میفرستن سلوات یک امر نیایشگونه هست در پیروان مسلمان ها مشخصا شیعیان که نام پیامبر مسلمین که میاد برکت و درود و سلام میفرستن به مثلا محمد و اعوان و انصارش اینجا اسم خامنی میاد آیا مصداق پیامبر مسلمی یا امام اول شیعیان میدونند خلاصه اون سفیران و اینها درک درستی ندارند که یک چرا آقای خامنی اسمش میاد مثل اینا سلوات میفرستن حالا مقامات قطری اونجا نشسته بودن اونا شاید یک فهمی حد غلی داشته باشن با کارشناسان رای زمان فرهنگی شد ادامه مطلب رو ببینیم آزمون سرنبش ساز انتخابات ریاست جمهوری به همت مردم و مسئولان در شرایط دشوار با آرامش و متانت به سرانجام رسید و شخصیت برگزیده ملت برای ادای مسئولیتی بزرگ آماده گشت اکنون این جانب با تشکر از همه کسانی که در خلق این افتخار نقش آفریده اند به پیروی از ملت بزرگ رأی آنان به شخصیت فرزانه و صادق و مردمی و دانشمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیز و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. و با دعا و آرزوی صمیمانه، برای موفقیت ایشان یادآوری میکنم که رأی ملت و تنفیز این جانب تا هر زمان که مشی همیشگی ایشان در پیمودن سرات مستقیم اسلام و انقلاب برقرار باشد ادامه خواهد داشت و سلام علی عباد الله صالحین سید علی خامنه ای، هفته مرداد 1403 فرزانه، صادق، مردمی و دانشمند واجه ها خیلی تکریمی و تمجیدی و ستایشی انتخاب شده بود از زبان آقای خامنی برای مسعود پزشکیان من این نکته رو خیلی کوتاه اشاره کنم که متنی که برای مقامات در این ستو تنظیم میشه کارشناسی میشه و تعداد بیشماری کارشناس و نزدیکان نظر میدن حالا من خودم در زمانی که تو وزارت کشور کار میکردم وزیر کشور اگر یک مصاحبه مطبوعاتی داشت اگر یک سخنرانی میخواست بره از جمله کسانی بودم که بایستی بخشی از متن رو تنظیم میکردیم نه تنها من نقش داشتم کارشناسان دیگری باز تو دفتر وزارت اون رو نگاه میکردن بعد با هماهنگی شخص وزیر و معاون سی سی وقتش که آقای تادزاده بود اینا یک چکیده ای از اون رو انتخاب میکردن که وزیر مثلا در فلان حوزه کاری در تقسیمات کشوری در حوزه نیروی انتظامی مواجهه با مطبوعات سخن بگه این موضوع که خب برای رهبری بسیار مهمتره یعنی اظهاراتی که آقای خامنی گفت و واجه هایی که انتخاب کرده بود برای آقای پزشکیان خیلی کم نظیر بوده اینجا از اون تیپ مطالبی است که تحلیل های خاص خودش رو داره که آیا اساسا جمهوری اسلامی یک خوش استقبال برای روی سطح جمهور و بد بد رقه هست من این رو رد می کنم. آقای من وقت به بس مدیریت کنم چون خیلی معتب دارم آقای پزشکیان سرنوشته مشابه محمود احمدی نژاد رو نداره پزشکیان خامنه حسب شناخت پیشینی اساسا اجازه ورود داد این یه بوده قضیه است یه بود قضیه اونی که در خیلی تحلیل های اشاره کردم خامنه ای در صدد یک اصلاحات از است نظام بحران هایی گرفته چیزی که روزی روزگاری محمد خاتمی میگفت و آشتی ملی صورت بگیره این الان در عمل داره این کار رو انجام میده آقای, خا... آقای خامنه ای اصلا راهی غیر از این نمونده براش چه در حوزه اقتصاد باشه بایستی دست به این کار بزنه که داره این کار رو میکنه چه در حوزه سیاست خارجه باشه و هر روی میبینیم آقای ظریف و اینها نزدیک شدن تا حدودی محمد خاتمی داره تحمل میشه این انتهای در واقع تدبیر آقای خامنه ای بود این مهندسی انتخابات که نظام رو از یک زوال قطعی بخواد نجات بده و شخصیتی بهتر از آقای پزشکیان در تمکین گرایی تکنوکرات بودن نام و نشانی از هر دو وجه و جنبه و جریان اصلاحی و اصول گرایی داشتن شخصیتی بهتر از این نمیتونست پیدا کنه که آقای پزشکان رو پیدا کرده خب دور و رو شناخت کاملا داشته ایشون هم قطعا در اون نشست امنیتی که قبلا اشاره کرده بودم احضار شده بود و ادای تمکین محض کرده مطلب رو مجموعه این عبارات و این ستایش و این تکریم و این تحسین معید مطلبی است که اینجانب دارم ادامه میده مطلب رو حالا یک صحنه رو ببینیم که خب صحنه تقدیم اون دفتر یا اون استوارنامه تنفی اول اینکه خود این مسائل جای بسیار تاسفه و دنیا خیلی حیرت میکنه که اصلا جریان چه هست که کسی که خب اگه منتخب مردم شده خب اگه ریاست جمهوری بکنه با اعمال مدیریت سیاسی بکنه دیگه تنفیز چیه یعنی یک نفر نهایتا بده بالا دستور بده میدونید که آقای خامنی و طرفدارانش معتقدن که اگر ایشون تنفیز نکنه و تفیز نکنه اراده خودش رو اصلا رای مردم پوچه و اینا انتظار دارن که این جامعه به اینها مثلا هنوز دل باسته باشه حالا ببینیم کوتاه ببینیم که این لحظه که تقدیم میکنه چی جوری میگذره هفته مرداد 1403 و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همون گونه که شما میبینید شخصیت های یک وارد جلسه میشن مقامات روحانی ارشد حتی روحانیون اهل تسنن را رو من داره میبینم همینطور مقامات لشکری و کشوری هستن شخصیت های خارجی هم دارن وارد میشن در این مرحله قسان جدو رو فکر کنم داره میبینم که شخصیت های الجزیره سابق تو لبنان بوده مختیار و آقای نوریزاده ایشونو بهتر میشناسم من در تهران با ایشون دیدار داشتم اگر اشتباه نشده باشه وزرای دولت رئیسی حضور دارن همینطور مقامات دولت های پیشین و مقامات ارشد نظامی و روحانیونی که به صف شدن رقبای آقای پزشکیان هم نشون میده شخصیت های دیپلمات کشور حوزه خلیج فارس رو هم دارن نشون میدن که وارد جلسه میشن آقای خود پزشکیان هم که داریم میبینیم چگونه وارد میشه بخش زنان هم جدا و شده هست که دختر آقای پزشکیان به عنوان دختر اول آن اسمش شده اونجا نشسته خود غالباف و پزشکیان کماکان در صحنه های تصویری نوعی هم دوشی نشان میدهند هم و دوستی نشان میدهند مصداق آن چیزی است که آقای خامنی از اونها انتظار داره همه نشستند و منتظر ورود به تعبیری بالاترین مقام نظام یعنی آیت الله علی خامنه‌ای هستند که اونها ایشان رو مقام عزمای ولایت یا مقام معظم رهبری میخوانند که میبینیم الان وارد میشه در بخش آغازین آقای وزیر کشور یک گزارش ارائه کرده بود که حالا مطلب خیلی خاصی نداشته فقط شما لحظاتی تصاویریشون رو ببینید من معتقدم که بهشون اگر در یک دنیای آزاد باشه با اصلا نوع نگاهشون به عنوان یک مجرم به عنوان یک تبهکار به عنوان کسی که قصد عملیات انتحاری داره بایستی بازداشت بشه تا اینکه بخواد وزیر کشور یک سرزمین باشه خب ایشون پرونده باز امنیتی هم داره تو مسئله مرکز انفجار مرکز یهودیان در باین سایرس آرژانتین که آگاهی دارید برای چقدر پرشباهت هست یعنی به مسئولین نظام طالبانی و نظام داعشی ها علایه حالم بعدش خود آقای پزشکیان وارد تریبون میشه صحبت میکنه بخش زیادی از متن رو از رو میخونه خیلی هم موفق نبوده زمانی که از رو میخوند اما اونجایی که دیگه خودش شروع میکنه به سخن گفتن بدون متن یک شور انقلابی ورش میداره و خیلی از مطالب رو هم عمدتا سعی میکرد مثل همیشه با ادبیات و مزامین مذهبی سخن بگه حالا تو ناراستی و در محتوای مطلبش چه هست من کوتاه یک جایی خواستم نشون بدم دارم ساعتم هم نگاه میکنم تایم هم تموم نشه من و دولت آینده رسالت و مسئولیت من برای رسیدن به این چشمنداز تعهد به اون چشمندازی است که مقام معظم رهبری تحریف فرمودند سیاست های کلی که ابلاغ نمودند و قانون برنامه است که در مناظرات هم تأکید میکردیم فوق هم وبالي الأمر عليك فوقك والله فوق من والله. ولا بالله ولا تنسبن نفسك لحرب الله در مقابل مردم میگه نیست مثلا یک جوری خیلی جست انقلابی میگیره با نهج البلاغه میخونه قرآن میخونه و پشت سر هم از مسائل و ظرفیت های زبان دینی استفاده میکنه و خطاب میگه که جلوی مردم نایستید خب اصلا به کی داری میگه ایشون کی جلوی مردم نیسته؟ اگر ایشون صادقه ایشون خودش رئیس جمهور شخصیتی شده که اگر دلش درد میاد 108 نفر در یک روز در زاهدان کشته شدن چی شد؟ اینا هموطن شما نیستن آقای پزشکیان اینها اتفاقا که قوم هم هستن از اقوام بلوچ بودن خیلی مظلوم بودن نماز رفته بودن رگبار بستنشون رو کشتن 108 نفر رو اقبال نائب زهی هموطن شما نبود در خونه نگه داشتن با یخ تا دلت نمیسوزه جلوی کی میگه که جلوی مردم نایستید مگر غیر از اینکه آقای خامنه ای در جنبش زن زندگی آزادی جلوی مردم ایستادگی کرد میدونید ایناست که من به صداقت ایشونم به هیچ وجه من الوجوه اعتقاد و ایمان ندارم به قول عزیزی که الان ذکر نام نمی کنم می که فلانی اگر صادق باشن کسی وارد سیاست زل نظام جمهوری اسلامی نمیشن. الو ایو حالا نظر به اینکه وقت زیادی ندارم بخوام تمام بخش های مطالب اشاره شده آقای پزشکان رو نشون بدم کل مطلب آقای پزشکان این بوده که پشتیبان مردم باشیم دیدگاه های آقای خامنه ای رو برنامه ابلاغی کنونی رو برنامه چشمنداز رو اصلا آمده هم که اجرا کنم آن چیزی که آقای خامنه ای میگه حتی تو مسئله تشکیل کابینم خودش قبلا گفته بود امروز شنبه یک که ما بودیم اشاره می کرد که اصلا همه کابینه رو من با آقای خامنه ای هماهنگ می کنم که زمان پاسخگویی به آن از امروز عملا آغاز می شود اکنون مقام معظم رهبری با تنفیذ رأی ملت و امضای حکم ریاست جمهوری این بنده کوچک خدا را رسما مکلف انجام مسئولیتی بزرگ در قبال همه ملت ایران فرمودند منتخب ملت به موجب اصل 113 همه قانون اساسی از امروز رئیس جمهور می شود. در هر روی صحنه های مختلفی از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان مصوم به چهاردهمین رئیس جمهور برگزیده نظام ولایت فقیه رو میدیدیم نکات بیشماری رویت شد جدایی از شخصیت ها و حضور یافتگان یه خبری هم همین ساعت پس از تنفیز مطرح شده که آقای دکتر عارف از روزی روزگاری معاون آقای محمد خاتمی بوده به عنوان معاون اول آقای پزشکیان انتخاب شده و خیلی ها انتظار داشتن که آقای طیب نیامی می بایستی به جایگاه آقای عارف انتخاب می شد روی این مسائل من خیلی تحلیل دارم که متاسفانه نمیتونم زیاد برسم فقط کوتاه اشاره کنم که اتفاقا انتخاب آقای عارف بلا شک بدون اشارت بدون خواست آقای خامنه ای نبوده هم عارف هم پزشکیان دو شخصیت به تمام معنا برندینگ اصلاح طلب نیستند یعنی اصلاح طلبی به معنای دوم خوردادی نیستند که هیچ حتی اصلاح طلب در حد جبه مشارکتی و علوی تبارها هم نیستند اصلاح طلب تک دوتاشون تکنوکراتن خود آقای مهندس عارف وزیر مخابرات بوده سالیان سال استانفورد درس خونده ریاضی و مهندسی خونده و آقای به تعبیر پزشکیان هم پزشکی و جراحی خونده تکنوکراسی رو میدونن بروکراسی رو هم خوب میدونن یعنی عرصه دیوان سالاری رو آشنا هستن برای هماهنگی های میان بخشی بین ریاست جمهوری و نهادهای بالا دست نظام و حتی نهادهای نظامی انتخاب آقای عارف یک انتخاب هوشمندانه بوده که من تصور میکنم شخص رهبری نظام توی مسئله دست داشته و انتخاب آقای طیب هم اتفاقا اگر به جایگاه معاونت اولی می اومد از تمرکزش در حوزه اقتصاد که گوی یا رسالت اصلی نظام بحث اقتصاده نظام پزشکان رو انتخاب کرده که تو مسئله بحران های اقتصادی بتونن نجات بدن جمهوری اسلامی رو چرا که این پیام رو دریافتن که نمیتوان در, در ادامه این بحران های اقتصادی زیست کرد و به مرگ منجر خواهد شد از این منظر بوده که چون این تصمیماتی گرفته شده مثلا زرافت بازی ها و اشفه های زریف تحمل میشه تایید ها دوباره تحمل میشه معاون اول آقای خاتمی با عنوان معاون اول آقای پزشکیان میاد وسط میدان که بتونن هم در صحنه جهانی هم در حوزه داخلی به نحوی از آنها کسب اعتماد کردن همه اینها رو گفتم یک نکته بسیار مهم بود بگم من وقتم به انتها رسید متاسفانه و اون یک نکته بسیار مهم این بوده که آقای ای تاکید داشت هم در متن که گلپایگانی محمدی خون هم خودش هم اشارت که تمکین گرایان آقای پزشکیان نشان میداد تاکید داشت بر ضرورت همکاری و تعامل نهادهای مختلف با رئیس جمهوری یک جوری داره هشدار هم میده به جریان های افراطی رادیکال جبهه پایداری که اینگونه نباشه که تصور کنید بخواد سنگ اندازی کنید آقای خامنی اگر روزی روزگاری همه سیب اعتبارش رو واسه محمود احمدی نژاد ریخت و خود رو بی اعتبار کرد در اعتبار افزودن او برای برقراری توازن قوا بین هاشمی و خودش اونجا به مسابقه یک ابزار از احمدی نژاد استفاده کرد اینجا هم خیلی اعتبار گذاشت واسه آقای پزشکیان این بار برای حفظ توازن برای بقای عناصر در بیت که مبادا جلیلیه جهش کنند که مبادا فرقه رادیکال جپه پایداری خط و خراش بیاندازند و خونین و مالین کنند مراحل جایگزینی رو از این منظر تمام همت و اعتبار رو داره به پزشکیان میده که به مردم هم این پیام میده که اگر روزی جلوی پزشکیان به تعبیری این جماعت بخواد قد بلند کنه و ایشون رو ناکارامد کنه من دارم این در واقع هشدار رو میدم از این منظر احتمام و اعتبار بخشی که خامنه ای برای آقای پزشکیان کرده یک بخش دفع شر به شیوه پیشی نیست و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال مجال به پایان میرسد تا درودی دو دوباره در شامگاهی دگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود